که دابهای گویای مشعل تقدیم می کند انسان حیوان نوشته صادق هدایت میازار موری که دانکش است که جان دارد و جان شیرین خوش است فردوسی الف قبل از آنکه داخل مبحث فوق بشویم لازم است ذکر مختصری از اقوال علما و فلاسفه در این باب بیان کنیم تا مزید بصیرت خوانندگان گردد اول باید دانست فرق ما بین انسان و حیوان در کجاست زیرا تمام حکما و علما موافقند که از حیث ساختمان جسمانی انسان و حیوانات عالی شباهت تامی با یکدیگر دارند و فقط یک اختلاف جزئی در بین است که نزد انواع حیوانات آن تفاوت به مرتب زیادتر می باشد مثل حیوانات پستاندار با پرندگان و پرندگان با خزندگان در این خصوص اشکالی نیست بلکه در موضوع میل طبیعی اینستینکت یا غریزه احساسات و بالاخره هوش حیوان اشکالاتی رخ می دهد عقیده فلاسفه در این باب اختلاف کلی دارد چنانکه که بعضی به وجود روح حیوان قائلند الا اینکه فرق روح انسان و حیوان را در درجات میدانند. در صورتی که عده دیگر قطعا منکر روح حیوان شده و می بر فرض انسان جسمان با حیوان شباهت داشته باشد ولی هرگز قوای معنوی او با حیوان قابل مقایسه نیست و یک مسافت بعیدی آنها را از یکدیگر دور می نماید. ما بین این دو دبستان و نزد فردن فرد آنها هر ساعت عقیده مخصوصی ظهور می کند. از طرف دیگر علمای فن تاریخ طبیعی دو دسته شده و دائما در مشاجره و مناظره می باشند. زیرا که گروهی انسان را سر ی حیوانات پستاندار می دانند و دی دیگر رازی نمی شوند انسان را در ردیف حیوانات اسم ببرند و میخواهند برای او یک مقام فوقلاده در بین موجودات قائل شوند. پاسکال انسان را متوسط ما بین فرشته و حیوان دانسته و این عقیده کلی حکما و متصوفین مشرق زمین است که هرگاه انسان پیروی شهوت و نفس بهیمی یا اهریمنی را بنماید از حیوان هم مطابق کل انام بلهم ازل پستر است و اگر به مجاهدت تزکیه نفس حاصل کند و به وسیله ریاضت به مراتب عالیه و فضائل کمالات برسد مقام او از فرشته نیز بالاتر خواهد بود لکن این تعریف از طریق علمی خارج است و به ممیزی آن در می آید و فقط در الهیات جایز می باشد اگر انسان در نظر فلاسفه و ماورای طبیعیون و الهیون یک اهمیت فوقلاده ای دارد در نزد علمای علوم طبیعی بیش از یک حیوانی که نسبتا از حیث ساختمان اعضا از سایر هم جنسان خود یعنی حیوانات کاملتر است چیز دیگری نیست از نقطه نظر علمی حیوان از همان عناصری ترکیبی یافته که انسان را تشکیل می دهند. آیا مثل حیوان از سلول مرموزی به وجود نیامده؟ علم الابدان، علم الانساج، علم الجنین، معرفت الارواح هر کدام به نوبه خود ثابت می کنند که ترقی و نشو و نمای آن سلول تغییرات و عوارز متشابهی را نزد انسان و حیوان طی نماید علاوه بر این هر دو دارای اعضای مخصوصی هستند که آنها را برای کار معینی استعمال می کنند و همان احساسات را درک می نمایند و در هوا و هوس چنان که در خصائل و معایب مشترکند انسان نادان یا وحشی و یا بچه که هنوز از لطایف تمدن و موشکافی فلسفه بی بهره می باشند ما بین انسان حیوان را چندان فرقی نمیگذارند زیرا که می بینند حیوانات مثل آنها می روند و می آیند جستجوی قضا می نمایند بچه خود را شیر می دهند از آنان حفظ و حمایت و پرستاری می کنند و گاهی غمناکند و زمانی خوشحال نزاع می نمایند بازی می کنند احساس درد کرده فریاد بر می آورند و بالاخره سرنوشت آنها یکی است مثل هم متولد می شوند همان احتیاجات را دارند و مانند یکدیگر دیزمی می, می پس با عقل ناقص و فکر کوتاه خودشان نتیجه می که حیوانات نیز موجوداتی هستند تقریبا مثل انسان پستر عالیتر یا مساوی این را دیگر نمیدانند و آنچه از این مخلوقات بر آنها مجهول است عبارت از سکوت آنهاست و همان خاموشی را دلیل متانت و اهمیت آنان فرض می کنند. چنانکه که نزد عوام گربه را به واسطه وقار جبلی سکوت مرموز و برق زدن موهای او و حالت متفکر و غمناکش گمان میکنند جن است همچنین پیشینیان در جلو آنها تواضع میکردند و زمانی آنها را حلول و نشاع الهی مینگریستند و از آنجا عقیده باطل پرستش حیوانات بروز میکند که مربوط به مذهب تناسخ است بهترین شرح کاملی که در این موضوع داده اند همان تعریف جامع ارسطو است انسان یک حیوان ناطق است البته انسان همانطوری که از سایر حیوانات کاملتر است امتیازات ذهنی و معنوی او نیز بیشتر خواهد بود و بعضی از آنها منحصر و مختص به اوست و در سایر قوا به طور غیر مساوی با حیوانات مشترک می باشد اما قوای دیگر هم هست که حیوانات بر او برتری دارند مثل سگ در وفاداری کبوتر در عشق مورچه در مالندیشی زنبور اصل در اداره امور خود شطور در قناعت و بسیاری دیگر در نیرو و عده از موش کافی حواس یا مهارت در معماری و نساجی از برای ما سرمش خواهند بود لکن نباید فراموش کرد که بیشتر حکم و عادت و اخلاق زمینه حیوانات را با یک انسان کامل که آری از هر گونه عیب و نقص باشد سنجیده اند و این خیانتی است نسبت به حیوانات خوب است در اینجا به خاطر بیاوریم که هنوز قبایل وحشی انسان وجود دارند که کاملا پستر از حیوان می باشند چون که در کاراییب ها وقتی که غذایی به مذاقشان خوب بیاید میگویند آنقدر لذیذ است مثل گوشت انسان و مرده لازم نیست خیلی دور برویم در های ملل متمدن اشخاصی هستند که به مراتب از حیوان پستر می باشند فلاماریون در کتاب پس از مرگ خود می نویسد حیواناتی هستند که از بعضی مردم باهوش ترند جایی تعجب است فیلسوف بزرگ دکارت که خیلی متعصب به مقام انسان بوده از روی نخفت حیوان را ماشین متحرک فرض می کند و این یک اشتباه پوزش ناپذیری است چون همین صحف باعث شد که با حیوان به طرز ظالمانه رفتار می کردند و می کنند چنان که مال برانچ فلسفی دکارت برای تحقیقات فلسفی سگ خود را دائم میزده است روزی او را از رفتار ظالمانه اش سرزمش می کنند، و جواب میدهد دهد مگر نمیدانید که حیوان حس نمی کند ولی فلسفه آن زمان با امروز خیلی تغییر کرده و فرض دکارت به کلی منسوخ و مزهک شده است حقیقتا انسان باید کور و افلیج و یا اصلا حیوان را ندیده باشد تا در هوش آن شک بیاورد حیوان مرکب است از روح و جسم جوهر روح اراده و فکر است و ماده زمانی که از روح جدا شد متلاشی می شود ما بین روح که دائم در فکر باشد و ماده که ابدا فکر نمی کند غیر ممکن است که آنها را از یک اصل بدانیم مگر روح از چه تشکیل شده؟ به غیر از هوش و اراده و میل است که در حیوان وجود دارد؟ در اینجا لازم است هوش حیوان را با میل طبیعی اشتباه نکنیم زیرا یک اختلاف بزرگ ما بین اعمال عقلی یا ارادی و فکری یا طبیعی حیوانات است که عبارت از هوش و میل طبیعی می باشد. میل طبیعی عبارت از جمیع اعمالی که حیوان مطابق یک ضرورت دائمی عمل می نماید. اما قدی سر شده. بدون تعلیم و آموزش و همچنین تغییر ناپذیر است. ولیکن در هوش تمام اعمال منوط به تربیت و تجربه می باشد و متغیر است. در میل طبیعی تمام اعمال فطری است. بیدستر لانه خود را می سازد بدون آموختن و این کار او اجباری و ضروری می باشد زیرا در موقعی مشغول ساختن است یک قوه دائم و اجباری حیوان را وادار به ساختن می کند. در هوش تمام اعمال از روی آزمایش، تجربه، عمل و تعلیم است اسب اطاعت نمی کنند زیرا که نمیخواهد و در اعمال خود آزاد و مختار می باشد به هر جهت برای علم غیر ممکن است به ماهیت روح انسان یا حیوان پی برده و یا بتواند در آن دخل و تصرفی بنماید پس بنای نظریات خود را فقط بر روی ابزار خارجی آن هوش قرار دهیم اشخاصی که انسان را با حیوان مقایسه کرده اند در نتیجه مشاهدات خودشم اقرار می که حیوان حس می قضاوت می نماید و به میل و اراده خود می باشد یعنی باهوش است در موضوع هوا و هوس و احساسات و طبیعتهای مختلف بین انسان و حیوان نیز به همان نتیجه بر می خودیم. حیوان اظهار محبت می کند تنفر می نماید خشمناک می شود، حسادت بی و یا صبور است و اعتماد به خود دارد. در حیوانات اهلی این اختلاف را بیشتر مشاهده می کنیم. کیست که ندیده باشد سگ خوشحال یا غمگین مهربان یا وحشی تنبل یا زرنگ قانع یا پرخور پاکیزه یا کثیف ترسو یا شجاع است بعضی اوقات فقط با اشخاص معینی اونس میگیرد و زمانی به هر کسی اظهار دوستی می کند و تربیت و موقعیت محیط در حیوانات موثر است. اینجا یک مثل ما بین هزارها ذکر می کنیم. دوپون دونمور از برای هوش فیل این حکایت را می نویسد. فیل باغ نباتات پاریس عادت کرده بود. از کسانی که به تماشای او می آمدند نانقندی و شیرینی می گرفت. چون برای سلامتی او مزر بود قدغن شد من بعد واردین چیز خوراکی به حیوان ندهند و یک قراول برای دفاع در آنجا گماشتند فیل خوب ملتفت شد کسی که مردم را از دادن تخفه و پیشکشی معمولی جلوگیری می کند آن شخص مسلح است و دانست اسلحه اوست که باعث اطاعت مردم شده پس به آرامی نزدیک قراول رفت تفنگ را از روی دوش او برداشت و شکسته بر زمین انداخت غیر ممکن است منکر اراده حیوانات بشویم ببری در موقع گرفتن طعمه خود را بین الفزار مخفی نموده پاورچین پاورچین به طرف آن جلو می رود برای آنکه او را نبینند و می آنچه آن چه باید بکند بچه های سگ یا گربه در وقت بازی به هم پرخاش کرده یکدیگر را از روی شوخی میگزند بدون اینکه صدمه ای وارد بیاورند چون میدانند که مسعودشان بازی بوده است سگ هوا و هوس خود را مخفی میکند خود را به تجاهل میزند پس از اعمال خود آگاه است حیوان برای بیان کردن احساسات خود صدا دارد و به های مختلفی در میآورد مثل خش محبت التماس درد اضطراب و غیره و آنها این فضیلت را دارند که زبان ما را میفهمند در صورتی که ما زبان آنها را ملتفت شویم و در هر سرزمینی که یکدیگر را ملاقات کنند زبان همجنس خود را میدانند اما روسی انگلیسی را و آلمانی چینی را نمیدانند. مگر بعد از آموختن آیا انسان جرأت و جلادت خود را به حدی میرساند که هوش حیوان را از خیلی بزرگ گرفته تا خیلی کوچک انکار کند از فیل تا مورچه همچنین از سگ تا بید سر پرستو زنبور اصل و غیره و غیره مناظر حیرت انگیز و اظهار یک هوش کم و بیش کاملی را به ما نشان می دهند. پس ابراز خارجی روح هم نمی تواند. قطعا انسان را از حیوان تمیز بدهد در حیوان همه چیز مخفی و مرموز است میشله ب انسان وقتی که به درجه هوش حیوانی پی برد می تواند از خود سوال کند تا چه اندازه رعایت حقوق آنها را باید در نظر گرفت آیا هیچ سزاوار است به اطلاف جنبندگانی که برای ترقی خود در تلاش هستند و مانند انسان جستجوی سعادت می کنند که اولین نقطه نظر تمام مخلوقات است مبادرت بنماییم پرندگانی که برای زراعت مفید و لازم می باشند می بینیم در هر سال هزارها به دست انسان سبع خونخوار مقتول و محبوس و بالاخره نابود می شوند تمام حیوانات از بزرگترین تا کوچکترین آنها می روند در اثر ظلم و کشتار معدوم می شوند آیا از این اجهاف رقتنگیز ناگذیر می باشیم؟ محققا خیر تمام اینها بسته به میل و عقل بشر است اگر تا اندازه محدود و معینی می توانیم از حیوانات استفاده کرده و برای خودمان به کار ببریم در حقوق آنها نباید طریق زیاد روی پیش گیریم اما برای انسان آسان است که به قول خود خدیو و سالبختیار اختیار مطلق روی زمین می باشد و بدون کمترین تأملی به حال زیر دستان و تمام خودپسندی جبلی از زنبور اصل آزوقاش را که اصل باشد میگیرد از مرغ تخم را مطالبه میکند از تویور بچه های آنها را و از گاو شیر و گوساله را از اس بارکشی و اسارت میخواهد و گوسفند را فدای شکم پرستی خود میکند انسان صاحب تسلط و تحکم است این از تمام علم او تمام بصیرت او و تمام فلسفه اش او مسلط است و از استیلای خود سوء استفاده کرده به طرز شنیعی اجحاف می و در همه جا خود را یک نماینده مشعوم مرگ نشان می آیا از هوش و احساسات و روح برادران زیر دست خود چه می هیچ انسان مزدوم کش است و خود را بدترین مستبد پسترین ظالم به حیوانات معرفی کرده آنها را به قید اسارت خود درآورده حبس می نماید و قسمی با آنها رفتار می کند که زندگانی بر آنها دشوارتر از مرگ می شود دیری نخواهد گذشت بهترین نمونه های حیوانات که سند مهمی برای تاریخ طبیعی هستند مثل فیل باوشترین حیوانات در زیر شکنجه انسان معدوم شوند و همین طریق سگ دریایی شترمرغ، مرق ویدستر میمون های بزرگ و بسیاری دیگر بغیر از حیوانات کوچکی که برای چرم یا پوست و یا پرقیمتی محکوم به مرگ خشن و وحشیانه انسان می باشند دلیل و برهانی که انسان می آورد همیشه به نفع خودش تمام می شود یعنی برای اثبات پستی احمقی شرارت حیوانات و این یکی از خیالات خام و بدایع خودپسندی علاج ناپذیر ماست شرارت حیوان افسانه و تهمت است و شاید انسان برای پوزش از بیرحمی خود اختراع نموده حقیقت آن است که انسان یک امتحان خوبی از خود نداده و همین بدرفتاری اوست که حیوانات را بادار به شرارت می نماید چرا تویور کوچک در کمال فراغت و آزادی بین پاهای اسب یا گاو گردش می کنند؟ زیرا که از روی تجربه به آنها معلوم شده از این حیوانات صدمه نمی بیند. اما از حضور انسان فرار می نمایند. چون که می دانند انسان بدزاد، ظالم و خطرناک است. این فرار حیوانات از برای احترام به او نیست. انسان به چشم حیوان یک حیوانی است مثل سایر همجنسان خودش و بر روی پیشانی او علامت قدس و نور ملکانه دور سر او نمی بینند و در زمانی که انسان را نمیشناسند او را جز یک مخلوق دوپا که حرکات و سکنات او آنها را به تعجب میاندازد هیچ احساس مخصوصی از دیدن ما نمیکنند حیوان الفخوار مثل فیل اسب گوزن آهو و غیره تا وقتی که درباره انسان بدگمان نشده به اصطلاح ضرب شست او را نششیده بودند انسان را از خودشان فرق نمی گذاشتند. اما همین که انسان شروع به آزردن آنها نمود آنها فرار کردند سیاهانی که برای اولین مرتبه وارد سهاری آفریقا شدند نقل میکنند که گله های گورخر، آهو، گوزن و غیره که به چرا مشغول بودند از دیدن انسان فرار نکرده بلکه به او نزدیک می شدند. اما همین که رفقای خود را دیدند که به ضرب گلوله به روی زمین قلتیدند پی بردند که انسان یک دشمن خونخوار آنهاست و شروع به فرار کردند سکای دریایی نیز اولین دفعه در کنار کشتی های بخار با یک کنجکاوی ابلهانه ای ماشین های این موجود مجهول را مینگریستند، اما وقتی که این موجودات عجیب آنها را با گلوله و ته تفنگ پذیرایی کردند این حیوانات بیچاره به صفاحت خود پی برده و بعدها اختراع کشیک را نمودند ولی امروزه تقریبا نایاب شده اند هیچ حیوانی بی جهت بدزات و شریر نیست و نمی شود مگر از ناچاری در صورتی که انسان در رن ترین حیوانات است خوب است نژادهای پست انسان را که هنوز در حال تبوخ باقی هستند نیز فراموش نکنیم و اگر منصفانه در وضعیت انسان و حیوان تعمق بنماییم خواهیم دید که در بین آنان کمتر انقلاب و اختلال روی می‌دهد و اگر آنان کشتار و جنگ را میدانند ندرتا این جنایات مهیب این مبارزات حولناک این نیرنگ های گوناگون در نزد آنها دیده می شود و اگر هنوز انسان آدم خار است در بین گرگان گرگ خار نمی باشد پس در مقابل این همه اعمال شنی سبعیت پستی بی اختیار مجبور می شویم. اقرار نماییم که انسان یک جانور پست فاسدی است این قسمت را تمام نمی کنم بدون اینکه آخرین دفعه نشان دهم که حیوانات بر ما برتری دارند زیرا که انسان محتاج به وجود آنهاست در صورتی که آنان احتیاجی به ما ندارند درست است بعضی از آنها با ما متفق شده شریک رنج و رفیق مشقت ما می باشند اما باید فراموش نکنیم که هرچند آنها را برای کمک خودمان اختیار نموده ایم ولی با اینها در کمال درشتی و خشونت رفتار می کنیم. اگر یک خوراک بخور و نمیر با آنها می دهیم در عوض از گرده آنان کار می کشیم. حیوانات برای یک زندگی آزاد و مستقلی خلق شده اند. پرنده را برای قفس فریده اند. اسب الاغ با زین زاییده نشده اند. واضح تر بگوییم. انسان آنان را از طبیعت دزدیده برای هر کدام یک مصرف و کاری تراشیده است انسان نه فقط با کمک حیوانات کار می کند بلکه از عرق جوین و خون آنها می خواهد زندگی به مایت. در همان حالی که بدبخت و بیچارترین تمام موجودات هست این غرور و بی اوست که خود را با خدا برابر می کند و گمان می نماید برتر و افصل از تمام مخلوقات می باشد و به حیوانات به دلخواه خود ستم می کند به میل خودش بعضی قوا به آنها می دهد و یا از آنها سلب می کند در صورتی که ارتباطی بین خیالات انسان و حیوان نیست صحیح است انسان کامل کاملا ممتاز و برتر حیوانات است اما نمی توانیم انکار نماییم که حیوانات امتیازات بیشتری بر ما دارند چون که ما محتاج به آموختن همه چیز می باشیم ولی آنها آنچه را که باید می دانند. این هوشی که بدان می نازیم و هر ساعت تفاخر می کنیم در هر دقیقه ما را گول می زند. میل طبیعی حیوان را هیچ وقت به خطا نمی اندازد و به تحریک آن عمل می نماید. علاوه آنها هوش دارند و فرق نفع و ضرر خود می گذارن. یعنی به چه طریقی باید میل طبیعی خود را به کار ببرند و چون این هوش منحصر به احتیاجات طبیعی آنهاست کمتر از راه طبیعت منحرف می شوند نمی بگوییم حیوانات همیشه از روی یک سبک و سلیقه عمل می نمایند زیرا در موقع احتیاج به مقتضای محیط طرز زندگی خود را تغییر میدهند. اما تغییرات آنها موقتی است و هر آینه آن موانع برطرف شوند دوباره سبک و طریقه قدیم خود را پیش میگیرند. بلا تغییرات آنها برقرار خواهد ماند و یا به عبارت دیگر آنها از برای هوا و هوس دل خود را به دریا نمیزنند و کاملا مراعات حزم و احتیاط را مینمایند آیا به مناسبت اینکه به دلخواه خود و اتفاق و بیفکری و برخلاف طبیعت رفتار نکرده یک خطایی نموده اند؟ خیر، میل طبیعی و عقل در آنها توام است. و این دو میل با هم مشورت می نمایند. در اینجا خواهند گفت هوش حیوانات منفی است و همیشه خط سیر آن از دایره خود تجاوز می کند و راه ترقی بر آنها مسدود است ولی این صحیح نیست چون که ترقی برای انسان خوب است که در اول فاقد همه چیز می باشد و اگر از بعد به طفولیت ما را حفاظت نمی کردند و از خطرهای بی حساب نمی برای ما غذا تهیه نمی کردند. البته زنده نمی مندیم. برای ما ترقی خوب است که احتیاجات اولیه ما که فراهم شد پی چیزهای دیگر برویم که اغلب به ضرر خودمان تمام می شود. اما حیوانات صنایع ما را علوم ما را تمدن مصنوعی ما را لازم ندارند طبیعت آنها را مطابق آب و هوایی که دارن زندگی می کنند ملبس ساخته اسلحه داده پا برای دویدن آلت شنا برای شنا کردن بال برای پریدن آلت دیگر برای کار کردن و غذای مناسب آنها را نیز فراموش نکرده است آیا بیشتر از این چه میخواهید میگویند حیوانات مثل ما آزادی ندارند و خادم تمایلات جسمانی و شهوت خود می باشند آیا به نوبت خود ما نیز مطیع همان تمایلات نیستیم؟ برای معدودی از مرتازین که به برطرف کردن نفس بهیمی امساک در قضا و داشتن قدرت کاملی بر تمایلات سوء خود موفق شده اند است. اما چقدر اشخاص هستند که مطیع و منقاد بدن خود می باشند بهتر از که سکوت کنیم زیرا که حیوان در موسم معینی برای حفظ نسل خود مطابق قانون طبیعت نه از برای لذت و شهوت را میکند گیری می کند ولیکن انسان دلیل دیگری که برای اثبات برتری انسان بر سایر حیوانات می آورند این است که انسان بر آنها مسلط می باشد و از مرغ هوا تا ماهی دریا را به میل خود اسیر کرده از می و معدوم می کند. اما این دلیل مزخرفی است چون زور یک قدرت مادی می باشد که استعمال آن انکار عقل است و انسانی که ادعا دارد دنیا را به قوه عقل خود اداره نموده می بینیم رفتار او به کلی مخالف مدعای اوست هیچ چیز به آسانی کشتار و انهدام نیست آیا چقدر از ملل متمدنه بعد از حجوم یک مشت وحشی نابود شده و نام آنها مه و نابود شده است ما متصل از توانایی و دانایی خودمان سخن می دانیم و از تفوق خود بر سایر حیوانات دم می زنیم و این نکته را فراموش کرده ایم که به هیچ مقامی نرسیده ایم مگر به پای مردی حیوانات انسان به واسطه خودپسندی جبلی گمان می کند تمام موجودات برای وجود او پا و عرصه وجود گذاشته آنها را برای کشتن و خوردن آفریده و به همین اکتفا نکرده این شاهکار خلقت این مجسمه اخلاق این مظهر الهی و بالاخره فرشته زمینی سرگرمی و تفریح لازم دارد و میخواهد با جان حیوانات بازی کند از آنها شکار نماید مختصر خون می خواهد تا حرس خود را تسکیم بدهد چه ضرر دارد حیوان باید خیلی افتخار داشته باشد که به قید اسارت و شکنجه ای که این ملک عذاب برای آنها معین می کند و به بدترین زجر بمیرد این دیو افسار سر خود به میان دشت و هامون افتاده منظر دلربای طبیعت نغمات روح پرور پرندگان را به یک پرده خونالود و فریادهای ناامیدی مبدل می سازد. هر گروهی به سوی پراکنده شده سپس به تعاقب سایرین پرداخته دره به دره کوه به کوه دشت به دشت به کشتار آنها می پردازد. زیرا که جسارت کرده از حضور دشیم خود فرار کرده اند حیوان حق حیات ندارد علاقه به زندگی ندارد بچه خود را نمیخواهد و بر روی آنها رقم قتلشان نوشته شده اگر حیوانات می توانستند حرف بزنند چه اسمی به دژخیم خود به جانی خود به قطاع و طریق خود می به کسی که بدون سبب بدون فایده بدون محرکی به غیر از یک کنجکاوی ابلهانه یک خودپسندی احمقانه و یک وسواس بیشرفانه کشتار و انهدام خود را در گوشه انزوای آنان انداخته و جنبندگان درمانده ناتوانی را قتل و غارت می که جز یک مکان آزاد و آرام چیز دیگری نمیخواهند و ابدا به او هیچ آزاری نکرده و نخواهند کرد خودپسندی انسان نتایج فوقلاده رزد و پستی دارد آیا چه صفتی می شود گذاشت به شخصی که لذت خود را در کشتار و انهدام زیر دستان می داند. بلاتن در کتابی که راجع به ظلم انسان نسبت به حیوانات نوشته است حکایت زیر را که سبوعیت انسان و عف جوان مردانی سگ را نشان می دهد می نگارد. شخصی سگ خود را کنار رودخانه برد تخت سنگی به گردن سگ آویخت او را در آب انداخت حیوان بعد از تقلای کمی سنگ را از گردن خود رها کرده شناکنان به طرف رودخانه نزدیک می شود همان شخص دست خود را به جانب او برده و زمانی که به دست رس رسید ضربت شدیدی با کارد روی سر حیوان می زند. در همین زمد پای خودش نیز لغزیده در رودخانه می افتد. هرچه مردم را به کمک میخواهد خواهد فایده ای ندارد در آفرو افتاده دوباره بالا می آید و نزدیک از غرق بشود ناگهان کسی او را گرفته به طرف ساحل میکشاند. این سگ خونالود اوست این از وفایی یک حیوان مظلوم که در مقابل چنگال مرگ وفاداری و حق شناسی را فراموش نکرده و قاتل خود را نجات می دهد. آیا از انسان در چنین موقعی از این جانفشانیها ها و فداکاری ها دیده شده؟ جواب آسان است نه چه خبت و اشتباهی سبب شکنجه ی حیوانات شده و آنها معروف به مزر و موزی هستند کسانی که تو اندازه حساس باشند از یادآوری عمل زشت خود نسبت به حیوانات پیش وجدان خودشان همان قدر شرمنده شده و همان پشیمانی و دلتنگی را احساس می کنند که درباره انسان مرتکب جنایتی شده باشند و این خجلت پیش نفس را صدای وجدان انتقامجو جو می نامند. ویلیام هاریس شکارچی معروف در سیاحتنامه خود می نویسد زمانی که برای اولین دفعه فیل ماده ای را کشتم فردای آن روز به جستجوی حیوان مرده رفتم دیدم تمام فیل ها از این قسمت فرار کرده بودند مگر بچه آن فیل کشته شده که تمام شب را پهلوی مادر خود به سر برده بود چون چشمش به ما افتاد دوان دوان در حالی که ترس و مرگ را فراموش کرده بود به جانب ما آمد از طرز حالت او اندوه تسلا ناپذیرش پیدا بود و خطوم خود را به قسمی حرکت میداد مثل اینکه از ما استمداد میخواست و تزرع می میکرد در این وقت هاریس میگوید از این کار خودم یک خجلت حقیقی بر من دست داده و کردم که مرتکب جنایت شده ام. پتر و کبیر که پادشاهی ظالم و بیباک بود و در مدت عمر خود سیلهای خون جاری نموده نسبت به حیوانات رعفت و رقت قلب مخصوصی ظاهر ساخته است. میجروسکی میگوید یکی از علمای آلمان محض تفریح خاطر امپراتریس فشار هوار امتحان میکرده گنجشکی را زیر سرپوش بلوری انداخته به تدریج هوا را از درون شیشه بیرون میکشید تا اینکه امپراتریس مرگ حیوان بیچاره را مشاهده کند همین که پتر کبیر دید گنجشک به سرعت بال پر میزند و نزدیک است بمیرد فریاد زد از حیوان بدبخت کاری نکرده کسی را نیازرده زود آن را رها کنید برود این همان شخصی بود که نهایت بیرحمی را به هم نوع خود نشان داده ولی آزار بیجهت حیوانی را نتوانست ببیند دکتر کلارک ابل بعد از شرح کشتن یک میمون بیچاره در سوماترا میگوید اشخاصی که در مرگ او شرکت کردند اظهار میکنند این حیوان شباهت تامی به انسان داشته و طرز و حالت و ریافه و حرکاتی که در حال نزع میکرده شبیه به انسان بوده است دست خود را روی زخمهای گلوله گذاشته و فریادهای جگرخراشی میکشید دکتر میگوید یک احساس ترس و رحمی بر ما مستولی شد که من هنوز فراموش نکردم تمام شکارچیان موافقند که مرگ میمون های برجسته شبیه انسان است و آنها چند شقی و سنگ دل باشند یک قسم ندامتی از کشتر میمون احساس می کنند که تمام خودپسندی و خودداری آنها نمی تواند. آن حس را برطرف کند و همیشه در پیش چشم آنها مجسم می شود. انسان در همه جا خود را به حیوان یک دشمن خونخوار و یک ظالم جبار معرفی کرده. لازم نیست بگوییم حیوانات دشمن انسان هستند و یا از جمله قربانی های حوسترانی او محسوب می شوند. حیوانات اهلی خدمتگذار حقیقی و متی و منقاد انسانی باشند. ابدا در زیر بار ظلم و تعدی و اسارت کمترین شورش یا جنبشی از آنها سر نزده است ولی این نکته را باید در نظر داشته باشیم که در حال توحش خیلی بهتر زندگانی می کردند چرا که اجداد آنها به همان حال طبیعی زیست می کنند انسان با زندگانی مصنوعی خود نژاد آنها را نیز خراب و فاسد کرده فرض کنیم انسان از آسمان روی زمینی می افتاد که در آنجا حیوان وجود نداشت آیا چه می کرده؟ محققا او میتوانست زندگی بکند غذا لباس پناه و آلات خود را از نباتات و جمادات میگرفت اما از کمک و یاری رفقای خود محروم میماند تا ابد کسل و ضعیف و ناتوان و احمق بود میل طبیعی و عقل او رو به زوال میگذاشت آیا میتوانست زراعت بکند به دشواری میتوانست ولی در هر نشو و نما و ترقی او خیلی محدود بود زیرا مجبور میشد به تنهایی تمام کارهای خود را انجام بدهد و بعد هم بدون کمک و تفریح بدون فکر بدون مشاهدات در سکوت محض زیست میکرد و شاید بیشتر اختراعات او مجهول میماند چون که سرمشقی نداشت از روی آن تقلید کند دیگر انسان از عنوان جاه طلبانه باید دست بکشد او پادشاه موجودات نیست بلکه یک جانی ظالم یک چپوچی یک راهزن و یک جلاد حیوان است و بس در صورتی برتر و افضل از حیوان خواهد بود که تمایلات پست و حرس خود را تحت قاعده معین بیاورد بلا مجبور میشویم او را از جمله که کل انعام بنامیم یعنی چنان که فردوسی قرموده هران که گذشت از ره مردمی تو دیو شمر مشمارش آدمی انسان نه تنها حیوانی است که حالت دفاعی او از سایر حیوانت کمتر است بلکه راه زندگی خود را هم نمیداند سواد زندگی او را با خون نوشتهاند جنایت و رضائل او را تا به حال هیچ حیوانی مرتکب نشده مثلی است معروف که عقل هر خری بهتر از آدمی زاده است اگرچه از روی تعنه و تمسخر میگویند اما یک حقیقت انکار ناپذیر در بر دارد گوته در فاست میگوید آن چرا عقل مینامند اغلب عین خودپسندی و حماقت است دیوژن معروف روزی با چراغ دستی در شهر آتن جستجوی یک نفر انسان را مینموده و پیدا نکرد لاکن فیلسوف ما خیام وقت خود را به کوشش بیهوده تلف ننموده با بیان شیوا طبع روان و اطمینان خاطر میگوید گاوی است در آسمان و نامش پروین یک گاو دیگر نهفته در زیر زمین چشم و خردت گشایی چون اهل یقین زیر و زبر دو گاو مشتی خربین البته این خیالات را برخلاف اقوام عامه میدانند و جزو حجویات میشمارند لاکن اینها خیال باطل نیست نسبت هم به انسان دادن نباید به نظر ما ناگوار باشد زیرا خیلی خطاها و اجهافات از او سر میزند چه بگوییم اینکه چیزی نیست انسان نه فقط احمقترین حیوانات است بلکه در ترین و شریر ترین آنهاست و یا تنها اوست که حقیقتا شریر و موزی است فلواقع انسان میتواند صفت دانا یا نادان خوب یا بد را داشته باشد من بسیار خوانده و شنیدهام که انسان کاملترین حیوانات است صحف بزرگی است و اوست که هرگز به درجه تکامل نمیرسد همچنین حیوانات قابل رشد و تکامل نخواهند بود و همین دلیل مختصر از که آنان احتیاجی به ترقی ندارند آنان همانند که بوده باشند بدون کم و زیاد نه چیزی باید فراگیرند و نه چیزی را فراموش کنند آنها مانند اشخاص باید حفظ تولید مثل را بنمایند انسان به هیچ وجه کامل نیست نه از حیث اخلاق و نه از حیث جسم و نه شعور نزد بهترین و قشنگترین و باهوشترین انسان همیشه نقص دیده می شود اگر صفات و معایب ما را با یکدیگر بسنجند خطایا و شرارت ما به بیشتر خواهد بود اما این دلیل پست بودن انسان از سایر حیوانات نمی شود انسان از آنها برتر است زیرا که اعضا و قوای او بیشتر و ترقی آنها زیادتر است زیرا که نیرو و قوای روحیه که او نامحدود است اما تکرار می کنم این برتری به طور مطلق نیست همچنان که تصور می کنند یک انسان کامل برتر و یک انسان پست فطرت پستر از حیوان خواهد بود جیم اگر تمام مظالم و جنایاتی را که انسان نسبت به حیوانات مرتکب شده و می شود در نظر بیاوریم خواهیم دید اگرچه خیلی مختلف می باشد ولیکن سبب کشتار آنها از دو عذر ناموجه ناشی می شود حال لازم است قدری اطراف آن مذاکره کنیم آن دو بهانه یکی عبارت از گرسنگی می باشد و دیگری به نام ترقی علوم و تحقیقات علمی است. ترقی علوم از راه کشتار حیوانات یک بهانه بیمعخذی است. آیا چه فایده بر علوم خواهد داشت جسد بیجان حیوانی بعد از آن که نجات او از بین رفت؟ آری، تحقیقات جزئی از تشریح نمودن آن به دست می آورند. ولی چه اهمیتی دارد که شمارش استخوان‌ها و یا پیچ و سر فلان حیوان را بدانیم؟ در صورتی که تحقیقات مفیدتری می توانیم از هوش، میل طبیعی، طرز زندگی، عادات و حالت روحیه آنها بنماییم. لکن بیشتر جنایاتی که به نام علم می شود بیفایده است. و حالی دوم که خیلی مهم می باشد، عبارت هست از گرسنگی یا مبارزه برای بقاست که ما را بادر به کشتن حیوانت می نماید ولیکن این یک اشتباه فاحشی است. انسان اصلا گوشتخوار نبوده و نیست فقط از ناچاری در زمان توحش مجبور به خوردن گوشت شده و تا به حال آن را به یادگار از زمان بربریت نگاه داشته است اولا ساختمان بدن انسان گواهی می دهد که گوشت خار نمی باشد چرا که دمدان ها معده روده طوری که فلورنس معروف نوشته ثابت می کند که انسان اولیه میوه خار بوده است مثل میمون های بزرگ کوویه طبیعیدان مشهور نیز به ثبوت رسانده که غذای حقیقی انسان میوه است و میگوید تشریح بدن انسان به ما نشان میدهد که او از هر جهت به حیوانات میوه خار شبیه است و به هیچ وجه با حیوانات گوشت خار شباهت ندارد غذای طبیعی انسان مطابق ساختمان بدن او به نظر میآید میوهجات ریشه و قسمت های آبدار نباتات است دست او برای کشت و زر درست شده از طرفی فکین او کوتاه و کمزور می باشد از طرف دیگر دندان های کلبی او از سایر دندان ها بلندتر نیست و به او اجازه نمی دهد نه علف بخورد و نه گوشت حیوانات را بدرد در قرن هجدهم طبیعی شناس بزرگ بوفون نوشته انسان می مثل حیوان با نباتات زندگی بنماید به نظر می آید طبیعت به زحمت برای هوا و هوس و حرس او کفایت می کند. انسان به تنهایی خیلی زیادتر گوشت می بلعد که تمام حیوانات درنده و این از روی اجهاف است نه از حیث لزوم. علم الاعضا فیزیولوژی و تشریح در این خصوص هماهنگ است. و به یک طریق روشنی عقیده کویه را تایید می نماید علاوه تاریخ طبیعی انسان انتروپولوژی انسان که مؤسس آن بروکا می باشد نیز به نوبت خود ثابت کرده است که انسان میوه است نه فقط جهاز حازمه او شبیه و نزدیک به حیواناتی می باشد که تنها قلات یا میوه میخورند بلکه مهمترین عضو او که سر است نشان میدهد هیچ طرف مقایسه با سر حیوانات گوشخار نیست و حیواناتی که مغز سر آنها شبیه با سر انسان است فیل میمون و غیره هستند و در صورتی که حیوانات گوشتخوار در آخرین درجه حیوانات پستاندار حساب می شوند بچه که نزدیکتر به طبیعت هست و زائقه او هنوز خراب نشده میل زیادی به میوه دارد و بسیاری از آنها از خوردن گوشت احتراز می نمایند و تا به آن گوشت نخورانند گوشت خار نمی شوند. پلوتارک گفته تو از من می پرسی چرا فیساغورس از خوردن گوشت حیوان پرهیز می کرده. اما من برعکس از تو سؤال می کنم کدام انسان اولین مرتبه جرأت کرد گوشت مردار را به دهان خود ببرد علاوه بر این مواد غذایی گوشت در نباتات یافت می شود. از زوت گوشت اگرچه زیاد است ولی در بغولات و حبوبات زیادتر از آن وجود دارد در صورتی که املاح مدنی در گوشت نیست و اگر انسان بخواهد غذای خود را از گوشت بگیرد باید استخوان را مثل حیوان دررنده با گوشت بخورد چون فسفات های آن برای بدن انسان لازم است و همچنین حیوانات گوشتخوار گوشت زنده را میخورند غیر از این است که انسان لاشه تجزیه شده ی حیوان را که پر از میکروب امراض مختلف است با هزار قسم رنگامیزی و تغییر و تبدیل آرایش کرده تا بتواند به دهان خود نزدیک کند و بیشتر حیواناتی را که میخوشند مسلول و مریض میباشند و به مجرد دخول گوشت آن در معده میکروب آن امراض را به بدن انتقال میدهد در سنه 1896 دکتر مورل مقایسه کرد که مقدار مصرف گوشت در مدت 50 سال سه برابر افسوده شده و میبینیم علل آن به همان تناسب در تزاید است. چرا که امراض سل، سرطان، آپاندیس سخم روده، سوء هضم و بعضی تبه ها در نتیجه اجهاف گوشت خالی است. زیرا گوش در مده انسان باعث نشو نمای میکروب سل و سرطان می باشد و همانطور که مسبوق هستید دواهای بیشمار انجکسیون های جدید که امروزه هر کسی کم و بیش استعمال نموده در قدیم به کلی مجهول بوده با وجود این مردم در کمال صحت عمر طویلی می کردند. در صورتی که حالیه تمام اختراعات انسان و داروهای کیمیایی رنگارنگ او عمر انسان را کوتاه کرده نژاد او فاسد شده هر کسی چندین مرض ارسی با خود می آورد بدبینی عمومی محیط مسموم و افکار تاریک قرن جدید تا اندازه در اثر این مخالفت با قانون طبیعی و زندگانی مصنوعی او است پریس از خوردن گوشت گرچه امروزی یک اهمیت طبی و علمی به خود گرفته و در ممالک متمدنی اروپا و آمریکا هزاران اشخاص از خوردن آن صرف نظر نبودند ولیکن این عقیده تازگی ندارد و همیشه از زمان قدیم وجود داشته است بیشتر عرفا و حکما در هر زمانی نباتی خار بوده و می باشند مقان ایران، اقلای هند، کهنه مصر و یونان، متصوفین اشخاصی بزرگ مثل بودا، فیساغورس، افلاتون، اپیکور، سن کلماندا الکساندری پرفیر جانبیک کرنرو گاسندی باکن میلتون لیمبرز اسپینوزا از متأخرین ولتر شانجاک فرانکلین شلی لامارتین میشله شوپنهاور واگنر تولستوی کارپنتر از معاصرین ریشه کلمانسو کالینی مترلینگ و غیره به علاوه قسمت بزرگی از مردم دنیا نیز نباتی خار هستند مثلا عده گوشخاران آسیا از یک پنجم نفوس آن تجاوز می کند در این اواخر به تجربه رسیده که هرگاه غذای حیوان گوشتخاری را مبدل به نباتات بنمایند هوش و زورش زیادتر می شود و از بیشتر ناخوشی ها محفوظ میماند. مثل سگ که اصلا گوشتخار بوده است ولی دیده شده بعضی اوقات اغذیه نباتی را بر گوشت ترجیح می برعکس اگر حیوان می مثل میمون را مجبور به خوردن گوشت بن مایند دیری نمی کشد که موهای حیوان ریخته و بدنش از زخم پوشیده می شود. همچنین امراض زیادی در او تولید می کند. چندیست اطباء لزوم نباتی خالی را برای صحت جسم و روح اعلام می نمیند. از جمله پروفسور شارل ریشه از معارف علمای معاصر فرانسه اظهار می کند گوشت به هیچ وجه برای بدن لازم نیست و امروز اشخاصی که ترک گوشت خاری را بیشتر از نظر حفظ و سه باشد برخلاف عقیده عامه از حیث قوت مواد غذایی نباتات به مرات بیشتر است چون که گوشت در نظر اکثر مردم دارای خواص موهوم می باشد و به واسطه تهیج مصنوعی و خطرناکی که به محض ورود آن به معده تولید می کند آن را یک غذای مقوی جلوه می دهد سنه 1998 در مسابقه که بین پهلوانان در برلن گذاشتند، هشت نفر پهلوان نباتی خار از 23 نفر دیگر پیشی گرفتند چپارهای بومی مکزیک که خیلی پرزور و قوی بنیه در بین راه فقط دانه ذرت میخورند چاپارهای هندی فقط برنج میخورند و هر روز چندین فرسخ راه میروند در جنوب فارس دشتستان توایفی مسکن دارند که خیلی پرزور و چالاک هستند و تقریبا کار عمده آنها صهرانوردی است غذای آنها منحصر است به خرما و آرد. کلیتا در تمام دنیا دهقان و برزگر بیشتر از همه زحمت میکشند و کارهای شاقه مینمایند. نمایند. غذای آنها تقریبا نباتات است. نیز ناگفته نماند که اجتناب از گوشت گوشتخاری مربوط به ریاضت نیست. ولی قدما از این جهت پرهیز می کردند. چنان که صاحب دوستان راجب ایرانیان قدیم می گوید اما نشده که یزدانیان بزرگ دهان به گوشت آلایند. خورند صفت انسانی نیست. چه به قصد خورد خیش کشد سبوعیت در طبیعت نشیند و این غذا نیز آورنده درندگی در است مطابق عقیده ابو علی سینا ناصر خسرو و به زعم کلیه علمای صوفیه مقصود از کشتن حیوان که در کتب مقدس آمده برانداختن صفات بهائمی است و قربانی اشاره است به کشتن نفس بهیمی چنانکه شیخ عطار میفرماید در دلون هر کسی صد خوک هست خوک باید کشت یا زنار زن بست بعضی ها بعد از اینکه این, این دلایل را پذیرفتن میگویند اگر تمام این مطالب صحیح هست ولیکن، عملا صدق نمی کند زیرا کسانی که گوشت میخورند خورند صدمه برای آنان ندارد البته کسی که تریاک می کشد یا عرق می خورد لازم نیست در آن واحد بمیرد چون گوشت یک مهیجی است که به مرور میکشد و عاقبت وخیم آن بعدها بروز میکند امروز کمتر اشخاصی هستند که از سلامتی خود رضایتمند باشند از خیلی جوان تا خیلی پیر میبینیم همه دارای دندانهای خراب امراض معده موهای تنک چشمهای نزدیک بین رنگهای پریده و به کمپونی، ضعف مزاج و خستگی جسمانی مبتلا هستند. همچنین انسان باید بداند کشتار بی جهد بدون مسئولیت نمی باشد و او حق ندارد زندگانی اطفال بیگناه طبیعت را کوتاه کند. بهترین و سالمترین غذا برای انسان همان است که نباتات به او میدهند زیرا که ماده حیاتی ویتامین آن هنوز زنده است. فلواقع انسان یک سعادت حقیقی نخواهد داشت تا زمانی که در اطراف خود ظلم و جور میبیند خواه هم جنس او باشد خواه دیگران هر کدام زندگی را به قدر خودشان دوست دارند حیوان هم مثل انسان بدون لزوم نباید او را از این نعمتی که خالق به تمام موجودات داده و انسان قادر نیست دوباره زندگی را با آنها رد بنماید محروم کنیم این کشتار یک خطای بزرگی است که انسان خیلی گران باید قرض خود را بپردازد میگویند ما حیوان را نمیکشیم سایرین کشته ما را میخوریم این یک عذر بدتر از گناه است تولستوی اینطور جواب میدهد انسان میتواند در نهایت صحت و سلامتی زندگی بکند بدون اینکه برای خوراک خود حیوانی را بکشد البته اگر گوشت خورد برای هوا و هوس زائقه خود در جنایت کشدار شرکت نموده این رفتار برخلاف عقل و اخلاق است ایراد دیگران است که هندیها چندین هزار سال از نباتی خار می باشند و کار امده از آنها سر نزده در جواب می گوییم اولا که وحشی هایی که گوشت آدم را می خورند، به همان حال بربریت باقی هستند و ترقی و تمدن از آنها دیده نشده و اگرچه هندی ها اختراع راه آهن نکرده ولیکن تمام علوم و فلسفه مدیون این قوم بوده و می باشد. از این گذشته این ایراد را نمی شود به ژاپنی ها گرفت چون که گوشت به نظر آنها یک مهیج است نه غذا و مثل مسکرات گوشت ماهی را ندرتا برای تفنن استعمال می کنند و در بین حیوانات گرگ که گوشتخوار مطلق است زرب المثل در رندگی و سبوعیت و خونخاری می باشد آیا می توانیم بگوییم هنوز قبائل وحشی انسان وجود دارد که آدم خار می باشند پس این قضای حقیقی انسان است اما انسان خلق نشده گوشت هم نوع خود را بخورد و نه گوشت حیوانات را که باید آنها را دوست داشته و از آنها حمایت و پرستاری کند در عوض اینکه سبب اطلاق آنها را فراهم بیاورد و اگر گوشتخار می شود به واسطه فراموش کردن مقام خودش است. طبیعت در همه جا رایت فرزندان خود را کرده است. حیوانات گوشتخار مثل شیر، ببر، مار و غیره دارای قوه مغناطیسی می باشند و تومی خود را قبل از خوردن بیهس می کنند. مثلا انسان وقتی که در زیر پنجه شیر یا ببر بیفتد احساس درد نمی نماید. مگر بعد از آن که خلاص شود لیوینگستون نقل می کند. در موقعی که به شکار شیر رفته بود در زیر پنجه شیر افتاده و حیوان روی بدن او می‌نشیند، اما هنوز را نخورده بود چون شکارچیان دیگر حیوان را تهدید می کردن لیوینگستون سخت مجروح شده و برای بلعیده شدن خود را حاضر کرده بود او می گوید خیلی قریب بود در این حالت موهش هیچ احساس درد نمی کردم. مثل این بود که از بدن من چیزی خارج می شد. می شاید این نعمت طبیعت است که تومه هر حیوان گوشت خالی از احساس درد و زجر مسون می ماند و ترس مهیب به آخرین لحظه زندگی او برطرف می شود. اگر این قوه است در انسان وجود دارد ولی برای کشتن حیوان مورد استعمال نخواهد داشت و علاوه اگر شیر حیوانی را شکار می نماید برای هوا و هوس زائقه خودش نیست بلکه ساختمان بدن او برای گوشت خالی درست شده عذر او خیلی روشن و آشکار است یعنی برای امرار حیات و تنازع بقا است تومه او اسارت ندیده مزه چوب و شلاق نچشیده در پاداش خدمت کشته نشده بلکه حیوانی است که زندگی خود را به آزادی نموده و روزی که تقدیر بوده می میرد. در قرنی که دنیا صلح عمومی و یک آتیه آرام آرزو می کنند و به سلام میخواهد خواهد بر از فستان گرگ شیر بخورد در صورتی که هر روز هر دقیقه دست جنایتکار بشر ازاران حیوان مظلوم را که نمی توانند از خودشان دفاع نمایند در نهایت خونسردی می خوشده و اغلب بر روی گوشت آنها جای ضربت چوب و شلاقی که قبل از کشتن به آنها زده ام ان دیده می شود. اخلاق نویسان فلاسفه باید کتاب خود را بسوزانند. خالق به موجب کدام قوانین مهیبی ضعیف را به قوی ناتوان را به توانا کوچک را به بزرگ می سپارد بدون اینکه این قول از شکنجه ای که به زیر دست خود می کند کمترین ندامتی به انمایت. واقعا انسان ظالمترین و فاسدترین حیوانات است. به غیر از منفعت و هوا و هوس خود چیزی را نمی بیند. خودش از مرگ می ترسد ولی سبب مرگ دیگران را فراهم می آورد. اما با وجود اسارت خشن، خونریزی وحشیانه و جنایتی را که نسبت به حیوان مرتکب می شود، یک زندگانی تاریک بدون دلربایی طبیعی و خوشحالی حقیقی برای خود اختراع کرده و همچنین خود را مزهکترین حیوانات نموده است ولیکن روش ناهنجار او بیشتر به ضرر خودش تمام خواهد شد و انتقام حیوانات نیز به دست خوبی گرفته می شود این ناخوشی های جدید که هر روز هزاران نفوس را بر می چیند تغییرات عمیقی که نژاد انسان ظاهر ساخته سمیت خیالات و محیط در نتیجه زندگانی خارج از طبیعت اوست آدی در صورتی که تمام دلایل موافق با نباتی خاری است نباتی خار بشویم خوشبختانه انسان احتیاج به غذای خونی ندارد میتواند با نباتات و میوجات زندگانی کند میلیونها ها نباتی خار تا به حال زندگانی کرده و میکنند این رژیم موافق است با حفظ و صحت سرفجویی اخلاق و قوانین طبیعت خیلی ساده و سالم و انسانی است آری بگو این برای چه بکشیم اگر بنا بود هر کسی برای خود حیوانی را بکشد چقدر اشخاص از خوردن گوشت صرف نظر می کردند چرا چشم خودمان را به عمد ببندیم سلاخانه ها را همیشه در بیرون شهر می سازند. خوب بود اقلا در میدانهای عمومی کشت و کشتار می نمودند. تا مردم از مرگ مهیب قضای خود آگاه می شدند. فکر بکنید به زمانهای آینده که با شگفت خواهند خواند اجداد انسان جسد حیوان کشته شده را می اند. برای حیوان همکار و کمک انسان باید طبقه ای ما بین هیئت جامعه قائل شده و حفظ حقوق او را در نظر گرفت کلمانسو دال حالا بیایید سر مطلب آیا رفتار انسان همیشه نسبت به حیوان به این طرز بوده یا نه؟ و تمدن عصر حاضر برای آنان مفید بوده است یا برعکس آن؟ جواب هم مثبت است و هم منفی مثبت است زیرا که هرچند ظلم نسبت به حیوانات در این اواخر به منتها درجه رسیده ولی ملل متمدنه اروپا و آمریکا تا اندازه ای به واسطه برقرار کردن قوانین سخت و همچنین به واسطه بعضی اختراعات از آزار نسبت به حیوانات بارکش کاسته اند و این خیال رو به ازدیاد می باشد از طرف دیگر راجب به حیوانات ایران جواب منفی خواهد بوده به دلیل اینکه ایرانیان قدیم همیشه رعایت حال حیوانات را می نمودند و نویسندگان، حکما، عرفا و شعرای ایران در کتب خودشان رحم نسبت به حیوانات را گوش زد و قریب تر از همه آن ایرانیان باستانی در زمان پادشاه دادگستر گستر انوشیروان عادل قوانین سختی برای حفظ حقوق حیوانات داشته اند و این یک ننگی است برای اهالی سرزمینی که مهد آسایش حیوان بوده امروز از سایر ملل عقب مانده و در نهایت ظلم و جور با آن رفتار می کنند اینک برای نمونه بعضی از آن قسمت ها انتخاب شده اوستا گاتا سی و دو. عور مزدان نفرین می کند به کسی که کشتن چهار پایان را بیاموزد در اوستا حیوانی که نباید کشت عبارتند از بره بز گاب، اسب خرگوش خفاش خروس و غیره خصوصا سگ همچنین بیرحمی نسبت به حیوانات و کشتن چرندگان و حیوانات بی آزار از گناهان بزرگ است ولی به عقیده هارلز در زمان ساسانیان و شاید خیلی پیشتر از آن در عوض شکنجه های سختی که در وستا ذکر شده جریمه قرار داده بودند دساتیر آسمانی هفتاد و هفت. بدانید که زنده بار کش جانور بیازار به خشم یزدان والا گرفتار آید از جمله عد انوشیروان در کتاب دبستان المذاهب شیخ محمد فانی می نویسد حیوانی مثل گاو و شاب را که در جوانی کار فرمودندی چون پیر شدی صاحبان ایشان به آسودگی آنها را نگاه داشتندی و مقرر است که هر حیوانی را چه مایه بار کنند هر که از آن حد گذراندی او را تعدیب فرمودندی چه خیال عصب است که در زمان حقوق حیوان را در نظر داشته و به کررات گفته و نوشته اند ولی بدون نتیجه مانده است و اگر در قدیم عمل می شده امروز به کلی فراموش کرده اند در قرآن سوره انعام آیه 38 میآید جنبنده و پرنده ای روی زمین نیست مگر اصنافی مثل شما ما در این کتاب چیزی فراموش نکرده این و روزی به سوی پروردگارشان محشور میشوند یعنی همه مخلوقات در نزد خدا یکسان هستند و هیچ کدام بر دیگری ترجیح و برتری ندارند نویسندگان اخلاقی و حکمای اسلام از حیوان دفاع می نمایند قسمت های زیر چون مهم بود ذکر می شود شیخ نجم راضی رازی یکی از بزرگان صوفیه در کتاب مرساد العباد نوشته و چهارپایان ظلم نکنند و بار گران ننهند و کار بسیار مفرمایند و بسیار نزنند و هرچه بر ایشان رود که زیادت از توسع ایشان باشد حق تعالی فردا بازخواست کند و انصاف ستاند و انتقام بکشد خاجی توسی در اخلاق ناصری می نویسد و تنی خلق کسی بود که اول بر خود جور کند بعد از آن بر باقی مردمان و اصناف حیوانات سید جعفر کشفی از نویسندگان متأخرین صاحب توفت الملوک این طور نوشته زیاد بر طاقت ایوان را بار نکنند در وقت رم کردن و نفرت نمودن آن را نزنند بلکه تفحص نمایند که سبب آن چه بوده است و آن را دشنام و فاش مگویند و در وقت رسیدن به منزل آب و علف و سایر و امور و حوایج آن را متوجه شوند و مهیا کنند الی آخر مکان دیگر در بیان رعایت احوال غلام و کنیز و خادم و سایر حیوانات و علامت سوال میگوید باید با حیوانات بر وفق عدالت و انصاف و بدون جور و اعتصاف رفتار نمایند هر کدام از آنها را تا مدتی که بر حسب خلقت باید که تعیش بنمایند و نفع برسانند باقی بدارند و از روی اجاف و زیاد روی با آنها رفتار نکنند و در غیر مصرفی که برای آن خلق شده اند مصروف ندارند پس باید که رعایت احوال آنها به مقتضای مروت و عدالت و تقوا و دیانت نموده شود و از آنجایی که هر مخلوقی که عاجز و اسیرتر است وکالت و ولایت خداوند مران را بیشتر و استعمال رحم و مروت در حق آنها لازم تر است لحاظه رعایت نمودن احوال و حقوق و حیوانات اقدم و الزم است از رعایت نمودن احوال و حقوق قلامان و کنیزان الی آخر در خاتمه می افزاید این است نمونه ای از آداب معیشتی که مرتبط به امر دین معاد و از خصایص انسان است و به هر نحو و هر چرا که می کارد به همان نحو و همان را می و به هر قسم که سلوک می نماید به همان قسم خداوند در روز حشر با او سلوک خواهد کرد جای بسی تأسف است که تاکنون برای وضع نمودن قوانینی جهت من از ظلم نسبت به حیوانات در ایران اقدام نکردهاند که نه فقط از راه زیاده روی جور و ستم نسبت به آنها جلوگیری می شود بلکه منافع آن بیشتر مترسد انسان خواهد شد و بهترین راهی است برای تهذیب اخلاق یک جامعه چنانکه که در انگلیس و آمریکا مجتمع حمایت حیوانات را به نام انسانیت مینامند Human Association و حقیقتا لایق این اسم می باشد زیرا که آزار کننده ی حیوان آزار کننده ی انسان می شود کشنده ی آنان دیر یا زود جانی و قاتل انسان خواهد شد در این خصوص مونتن خوب گفته این یک تفریح برای مادران است که بچه خود را ببینند گردن پرنده ای را می کند و سگ یا گربه ای را در بازی مجروح می نماید اینها ریشه فساد و بنیاد سنگدلی و ظلم و خباست می باشند بودا نیز گفته است مکشید با محبت باشید و سیر دائره تکامل پسترین حیوانات را خراب مکنید مک فیساغورس حکیم که محرم به طریقت مصریان قدیم بوده از ماهیگیران تورهای ماهی را که در آب بوده میخریده و در آب میریخته پرندگان را میخریده و دوباره آزاد میکرده آپوله سیاه معروف در کتاب سهر مجی که خود نوشته رحم نسبت به حیوانات و مهربانی فطری به قدری با هم مربوط میباشند که می توانیم با اعتماد و اطمینان کاملی قضاوت نماییم شخصی که نسبت به حیوانات بیرحم است یک انسان نیکوکاری نخواهد بود این رحم از همان منبعی است که فضیلت اخلاق و پاکدامنی انسان معلوم می شود نسبت به هم نوع خود فیلسوف بزرگ آلمان شوپنهاور می نویسد اساس اخلاق رحم است نه فقط نسبت به هم نوع بلکه نسبت به تمام حیوانات روسکین نویسنده نامدار انگلیس در ضمن نطق خود میگوید من نمیخواهم بدون لزوم هیچ یک از مخلوقات را نه بکشم من آزار بنمایم بلکه به حفظ تمام جمعه بیگناه و نگهداری تمام زیبایی طبیعت و زمین کوشش بکنم پیر لاتی می نویسد من از مشاهده تیر روزی حیوانات بیشترم هم میشوم می شمم. تا برای برادران خودم زیرا که آنان بی زبان و ناتوانند محبت نسبت به در هر زمان از طرف حکما و اقلا و اشخاص بزرگ برای رفاهیت زندگانی مادی و پیشرفت عقلی و ذهنی و تکمیل اخلاق انسان تأکید و تصریح شده لکن ما در اینجا توقع رحم و مروت از کسی نداریم بلکه فقط و فقط دادخواهی میکنیم خصوصا ایرانیان که پیش قدم این عقیده به شمار می آیند. باید هرچه زودتر دست به کار بزنند از حلوا حلوا گفتن دهان شیری نمی شود درست است در زمان گذشته قوانینی در این موضوع داشته و نویسندگان آن همیشه از حیوان دفاع کرده ولی چه فایده؟ امروز قانونی در خصوص حیوانات ندارد که مجرا بشود و یکی از بدترین نقاط دنیا برای آنها شده است چنانکه از پایی که دوره جوانی خود را در کمال سختی و زحمت گذرانیده اند چون پیر و ناتوان می شونده. صاحب با وفا آنها را به قیمت نازلی به گالیچی یا برای کارهای شاقه دیگر فروخته و حیوان بیچاره از این به بعد در زیر بارهای سنگین شلاق لگد و دشنام عمر خود را به پایان می رسانده. الاغ در ایران برای زجر کشیدن و جان کندن آفریده می شود در کوچه ها به حال رقت با زخم های زیاد پای چلاق شکم گرسنه دوباره برابر قوه خود از طلوع خورشید الا موقع خواب صاحبش باید بار بکشد نوازشی ندیده به جز شلاق و حرفی نشنیده به غیر از فحش و دشنام سگ خیابان را محض رضای خدا میزنند. گربه را زنده در چاه میاندازند. موش را در سر گذرها آتش میزنند و غیره و غیره. اگر کشتن حیوانی برای انسان مفید است چه لذتی زد و شکنجه او برای ما خواهد داشت تا که این پرده های خونین بربریت را باید کورکورانه نگاه کرد این از تربیتی که به اطفال خود می آموزند. و تمام مردم به خیال چیزهای شرماور، خودپسندی، منفعتجویی و سیاست بافی هستند. همین شکنجه های منجر به بیشرفی و فساد اخلاق می شود. این بیقیدی ظالمانه جنایتی است نسبت به حیوان و خیانتی می باشد که نسبت به مقام و شعونات عالم انسانیت مرتکب شده ایم. برای یک ملتی که لاف تمدن میزند و برای کسی که خود را انسان خطاب می کند این فضای زشت و ننگین است از جاده انسانیت به کلی دور می باشد هومبولد می گوید درجه تمدن یک ملت از رفتار آن ملت نسبت به حیوانات معلوم می شود تربیت پدر و مادر تأثیرات عمیقی در اخلاق و رفتار بچه خواهد داشت و ظلمی که نسبت به حیوانات شده و می شود مادران اطفال به طور غیر مستقیمی در آن شرکت کرده و مسئول میباشند. مادر بی که پرنده ای را به دست بچه خود می سپارد و یا پدر بی که بچه خود را به شکار برده و به خونریزی تشویق و تحریز می کند اینها اولین مدرسه قصاوت و خونخاری انسان است که باعث بیرحمی و جنگ و جدال می شود بر هر مادر و معلمی واجب و لازم است در جزو درس و تربیت به بچه بیاموزد که حیوان را برای آزار کردن و کشتن نیافریده و تمام مخلوقات به نظر سانه یکسانند و در بین آنها پستی و بلندی نیست همه باید سیر دایره تکامل را بنمایند باید جلوگیری از مظالم انسان برای افتخار نام و مقام انسانیت بشود اکنون در تمام بلاد اروپا و آمریکا با داشتن قوانین سخت و امتیازات دولتی تا اندازه دایره ظلم را تنگتر تر نمودند. در فرانسه قانون گرامان از حیوان دفاع می نماید. در پرتغال کسی که حیوان زخمی یا ناخوش را بار کند و یا حیوانی را بزند از 10 الی 75 فرانک جریمه شده و مدت 5 تا 40 روز حبس می شود قانون هلند برای آزار آزارکننده حیوان یا بار بارنمودن زیاده از حد معمول چهارپایان دشنام و آبرین مدت 6 ماه حبس و 300 فلوران جریمه قرار داده است قانون انگلیس 6 ماه حبس و 100 لیره جریمه معین کرده از طرف مجامع حمایت حیوانات نیز پرستاری می شوند. مثلا در نزدیکی سربالایی ها اسب یدکی نگاه داشته تا مجانا به درشکه یا چارچرخه سنگین کمک کنند. آیا این حرکت قابل تحسین نیست؟ ولی ایران در مقابل دنیا سکوت اختیار کرده و روز به روز تعدی اهالی آن نسبت به حیوانات بیشتر می شود. این بیهسی شرف یک ملتی را تحقیر می کند می گویند حیوانات حقوقی ندارند اگر آنان تا به حال حقوقی ندارند برای آن است که ما نمی خواهیم داشته باشند چرا نباید حقوق آنها را مراعات کرد؟ آیا حیوان برای هوسرانی انسان خلق شده یا حقوقی در نزد پروردگار خود دارد؟ تمام عقل و اخلاق بر ضد ظلم و جور و شکنجهی که انسان به برادران ناتوان خود می نماید اعتراض می کند و انسان در مقابل کسی که هر دو آنها را آفرید مسئول است باید احترام حقوق آنها را بنماید و اگر نبرتری خود را بر سایر حیوانات انکار نموده یک نادان دیومنش و یک پست فطرت گرست چشم معرفی می شود حقوق حیوانات حقوق زیر دستان و بینوایان است حفظ حقوق آنها یکی از نتایج تمدن واقعی و انسانیت حقیقی و همچنین حفظ عقل، اخلاق و حیثیات یک جامعه است چون این مختصر گنجایش بیش از این را نداشت لحاظا آن مرام را روشنتر بیان کنیم که عبارت است از حرف زدن برای بیزبانان دفاع از ناتوانان دادخواهی برای ستم دیدگان احقاق حق زیر دستم و جلوگیری از مظالم و قبایهی که برای مقام انسانیت یک لکه ننگاوری است بدیهی است که تمام وجدان و شرافت هر انسانی را مجبور می که در دادخواهی آنها شرکت نموده هرچه زودتر جبران حقوق پایمال شده بنماید همانطور که با شعر فردوسی شروع کردیم با این بیت خواجه حافظ که جامع تمام فلسفه اخلاق است خاتمه می دهیم ما باش در پی آزار و هر چه خواهی کن که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست تهران 1303 در واقع ایشون 22 سالشون بوده که این کتاب رو نوشتم و بعدا دو سه سال بعد او رو به صورت کتاب فواید گیاه خاری تکمیل کردم